و در واقع ما اگر بخوایم سنجشی انجام بدیم، این نشانگر این مسئله است. مسئله ای که گفتم اپوزیسیون به مسئله حکومت تبدیل شده و رژیم مجبور شد کارگزاران، کاتالیزورها، بچه اطلاعاتی ها، بنیانگزاران اطلاعات و امنیت و سپاه و همه چیزش رو به خارج از کشور بفرسه و اونها اپوزیسیون بازی رو، یعنی در واقع اپوزیسیون رژیم بشن و در واقع اینها لابیگران رژیم با آمریکا، با اروپا، با اتحادیه، با پنج به علاوه یک، با همه هستن. همون توده‌ایان، همون اکثریتیان، همون جبهه ملیان، همون ملی مذهبیان، همون فکل کرواتی، نمیدونم سروش بروش و نمیدونم این حرفان، همون عباس میلانیان، همون دار و دسته ها هستن. بقیه همه نشستن دارن نگاه میکنن. این رسانه، این تلویزیون میخواد از شما مردم، از شما مردم آگاه اما خاموش، یک چتری رو درست کنه که بتونه 20-30-40-50 هزار نفر رو جلوی کاخ سفید پشت اتاق خواب آقای باراک حسین اوباما، پرزیدنت محترم آمریکا، جمع بکنه، بگیم مسئله ما بمب اتم نیست، مسئله ما بازپسگیری کشورمون، حقوق بشرمون، تجاوز به زن و دختر و ناموسمون، اعتیاد بچه هامون، فحشا کشیدن ناموسمون، نابودی شناسنامه تاریخیمون، از بین رفتن تاریخ و فرهنگمونه. استقبال جوانان کشور از اپوزیسیونی نظیر تلویزیون آریامر، برنامه سازان وطن پرستان، ناسیونالیست هایی که فریاد مرگ بر حکومت اسلامی در کلیت و در تمامیتش رو میزنند، بی سابقه است. تلفنی دیروز از ایران داشتم، بچه ها دائما با من در تماسن، میگن آقای سکویی مهم نیست تلستار 12 تون رو زدن، مهم نیست شما رو چه سایتی هستی، ما شما الان صحبت میکنید به 2 ساعت نمیکشه DVD برنامه شما رو تکثیر میکنید در سراسر ایران، خیابون ناصر خسرو، فلکه، نمیدونم چندم نیرو هوایی، افسریه، همه اید، نمیدونم همه جا پخش میشه. بچه ها عاشقانه این فریادها رو دوست دارن. بچه ها صحبت های شباهنگ رو دوست دارن. برای روشنگری رو با احترام و ادب و با خلق و خوی ایرانی انجام میده. بچه ها صحبت های پروفسور انصاری رو دوست دارن. بچه ها فریاد های در گلو خفه شده ملت ایران رو که من سر میدم، تحلیل ها، تفسیر ها و تمام مسائلی رو که هیچ رسانه دیگری بهش نمی پردازه و تنها رسانه ای که جلوی دوتا از خطرناکترین طرحهای حکومت اسلامی ایستاد، طرح براقان رفراندوم و همین خزه سبز موسوی و این گونه مسائل، یعنی تغییر مهرها، رژیم اسلامی باید در زمان همین رئیس جمهوری احمدی نژاد نابود بشه و نابودش میکنیم و این رژیم رو به پایان میرسونیم. من چون جناب دکتر افراسیابی برنامه داره، برنامه رو همینجا 3-4 تا تحلیل داشتم قطع میکنم. هموطنان بسیار عزیزم، تا 1-2 ساعت، 1 ساعت و نیم دیگه آقای اوستایی میاد، به من گفت 3 اثر دیگه دارم میارم که واقعا اینها قلب منن، گوشه خونمن، هر روز اینها رو میبینم، ولی میارم به ملت ایران تقدیم کنم برای که این سنگر بماند. 500 نفر، نفری $250، این 10 تا تابلو قرعه کشی میشه در یک هتل درجه 1 5 ستاره، 500-600 نفر دور هم جمع میشیم و همونجا برای شما منشور، اساسنامه، مرامنامه حرکتی رو که میخوایم انجام بدیم، نه حقایی، نه هستهی، نه چیچیه، بلا فاصله بعد از اعلامش 2 هفته طول نمیکشه جلوی کاخ سفید، شاید 4 هفته بعدش جلو سازمان ملل، 2 شب، 3 شب، 4 شب، در هر شرایطی که هستیم میستیم و یک تغییر و تحول بزرگ در این آمریکا بعد از 31 سال ایجاد میکنیم. پاینده ایران
درود به شرف ملت ایران که دست و پاشون به زنجیر مرگ بر حکومت اسلامی در کلیت و در تمامیتش، مرگ بر جیرخانان، مزدوران و تمام کسانی که خودشون رو، شرفشون رو، ناموسشون رو، حیثیتشون رو، موجودیتشون رو به حکومت اسلامی و اربابانش فروختن و هر تناب داری که رو گردن بچه های ما میفته، هر بچه‌ای که هروئینی میشه، هر دختری که خودشو میفروشه، هر کسی که بهش تجاوز میکنن یا شلاق میخوره، شماهایی که دارید برای این حکومت نوکری میکنید، از آمران و عاملان این تجاوز ها، این شکنجه ها، این بدار کشیدن ها، این سنگسار ها، این تباهی ها، این روزمرگی ها هستید. مرگ بر شما، پاینده ایران.